دموکرات های سغد با نامزد خود وارد انتخابات میان دوری به مجلس وکیلان سغد شدند. بعد انتخابات گذشته پارلمانی و مجلس های محلی در سال 2015 دفتر حزب دموکرات در سغد بار اول به حیث داوطلب به میدان وارد گردید. عبدالجبار یولداشف رئیس دموکرات های سغد در انتخابات میان دوری برای صاحب شدن به کرسی مجلس وکیلان ولایتی با نامزد از حزب خلقی دموکراتی معروف محمدزاده رئیس شهر خوجند سبقت خواهد کرد. کمیسی انتخاباتی همین دو داوطلب را ثبت نام کرده است. عبدالجبار یولداشف روز 8 فوریه گفت که در این محله سرجمعیت خوجند دفتر حزب دموکرات جایگیر است و به ادعای این حزب جانبداران زیاد دارد. او افزود: در پیش ما وظیفه گذاشتیم که در همه انتخابات نوبت از اون که کدام حزب سیاسی نامزد پیش بری شده است ما باید اشتراک کنیم و خوری با انتخاب کننده ها با شهروندا مقصد و مرام شهروندای دانسته ما دکار است که آنها چی بخواهند. تا به حال نامزدها دو دفعه با ساکنان ملاقات کردند. مأمور یوسفزاد سخنگوی رئیس شهر خوجند گفت نامزدی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان به مجلس وکیلان سغد به انتخاب کننده ها گفته است که در صورت پیروزی برای رشد هنرهای ملی با شغل دائمی تامین کردن زنان و دختران و دستگیری اهالی کم بضاعت خصوصا پیرانسالان و معیوبان و کودکان یتیم و بی‌پرستار سعی خواهد کرد. عبدالجبار یولداشف از نخستین عضو حزب دموکرات تاجیکستان در پی کشمکش ها و مخالفت های داخلی در حزب دموکرات سال 2013 رهبری سازمان این حزب در سغد را بر دوش گرفت. او ماه دکبر سال 2017 در انجمن نوبتی حزب دموکرات تاجیکستان در شهر دوشنبه یکی از معاونان رئیسی حزب انتخاب شده است. کشمکش های داخلی حزبی حزب دموکرات را از اشتراک در انتخابات پارلمانی سال 2015 با پیشبری نامزدهای خود از حوزه های انفرادی و همین طور از سبقت برای صاحب شدن به کرسی های مجلس های ولایتی و محلی کنار انداخت. تنها سید جعفر عثمانزاده رئیس این حزب از حوزه انفرادی فرخار صاحب کرسی در مجلس نمایندگان گشت. این هم به آتش بحث های بین دموکرات ها روغن ریخت و بسیاری ها ادعا کردند که او حزب دموکرات را به حزب کیسگی تبدیل داده است. در همین حال کارشناسان محلی تلاش حزب دموکرات برای دوباره برگشتن به صحنه سیاسی را مثبت ارزیابی کردند. کارشناس ماهنیسا خاریسو می گوید: حزبای سیاسی جمهوری و هم از آن جمله از آن ولایت چگونه درک نمی‌کند. حزب دموکرات یک نقشه گرفته، یک نامزدی خودی یلدوش و موندن، هرچند که می‌دانم که نتیجه های انتخابات چی می‌شود، لیکن به هر حال این یک کار بسیار خوب فکرم. عبدالجبار یلدوشف رهبر دموکرات های سغد میگوید نمایندگان این حزب تنها از برنامه و طرح‌های حزب خود حمایت خواهند کرد و با این راه تلاش دارند موقعی از دست رفته خود را میان جامعه از نو کسب کنند. حزب دموکرات تاجیکستان جایگاهش در عرصه سیاسی تاجیکستان را از دست داده و در میان مردم پشتیبانی زیاد ندارد و عملا به یک سایه دیگری حزب حاکم خلقی دموکراتی تبدیل یافته است. به گفته عبدالجبار یولداشف حزب دموکرات تاجیکستان در اکثر شهر و نواحی شمال تاجیکستان اساسا در خوجند و شهر و نواحی اطراف آن سازمان های ابتدایی خود را دارد و اعضای آن حدود 600 نفر را تشکیل می دهند. حالا در صف حزب دموکرات در ولایت سغد عمدتا سابقه داران این حزب و افرادی عادی باقی مانده اند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.